من پایلی هستم، مدیر عامل شرکت مشاوران مدیریت سپهر اندیش. به طور خلاصه شرکت ما مدیر طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه مدیریت برای شرکت‌های خصوصی و دولتی هستش. تو فرصتی که در اختیار من قرار شده میخوام راجع به یکی از موانع توسعه و رشد کسب و کارهای کوچیک باهاتون صحبت بکنم. تو اون روزایی که ما کسب و کارم رو راه انداختیم به دلیل اینکه من تجربه بیشتری نسبت به شرکام داشتم و همینطور زمان بیشتری رو میتونستم برای شرکت بگذارم، عملا اکثر فعالیت‌های شرکت حول من شکل گرفت، از گرفتن پروژه، مدیریت پروژه ها، اجرای بخش عمده‌ای از پروژه ها، مدیریت منابع انسانی و مدیریت مالی شرکت، همه با محوریت من انجام میشد. در آغاز راه طبیعی بود و تا یه حد زیادی بهمون کمک کرد و پروژه ها خیلی خوبی تونستیم بگیریم، کیفیت کارمون مناسب بود و کارفرما هم تا یه حد زیادی تعداد زیادیشون برای بار دوم و بارهای بیشتری به ما کار ارائه دادن. اما به مرور با رشد شرکت ما، قائم به فرد بودن شرکت تا یه حدی برای ما مشکل ساز شد. از این جهت که یکی از اساسی مشکلاتی ما ایجاد کرده بودیم بود که شرکت به شدت به من وابسته بود، به طوری که توی بازه زمانی که من کمتر میتونستم وقت بگذارم برای شرکت ما به رکود خیلی وحشتناک برخورد کردیم. دومان مورد این بودش که حجم کاری که به من سپرده شده خیلی زیاد بود، عملا من تحت فشار کاری شدید قرار داشتم و این فشار کاری باعث شده بود که من به نوعی تعادل بین کار و زندگیم به هم بخوره و حتی کیفیت کارم پایین بیاد. در مقابل شرکای من که به نوعی در نقش کارشناس ارشد پروژه ها تو شرکت ما فعال بودن، به دلیل اینکه تو حوزه های اصلی مسئولیت قبول نکرده بودن، احساس تعهد و تعلقشون به شرکت به نسبت خیلی کم شده بود. و از همه مهمتر مانع هستی که برای رشد کسب و کار ما ایجاد شده بود این بودش که ما عملا فرصت های خیلی زیادی رو از دست میدادیم، به خاطر اینکه من فرصت نمیکردم به اون فرصت ها بپردازم. زمان من محدود بود و از حد توانایی من کار شده. ما خیلی فرصت ها تو حوزه کسب و کارمون وجود داشت، میشناختیم اونها را، ولی به دلیل اینکه نمیتونستیم بهشون بپردازم عملا از دستشون میدادیم. خوشبختانه به موقع ما متوجه این مشکل شدیم، دوستان و شرکام دور هم جمع شدیم، راجع به موضوع صحبت کردیم، تمام فرآیندهایی که من به صورت محوری انجام دادم فهرست کردیم، با هم فکری اینها رو تقسیم کردیم و عملا تقسیم کاری که توی شرکت ما صورت گرفت اون مشکل قائم به فرد بودن رو از بین برد. نتیجه کار تو کنترمولت برای ما واقعا مثل معجزه بود، یعنی بعد از مدت کوتاهی ما حجم کارهایی که انجام دادیم خیلی بیشتر بود و حتی کیفیت اون هم افزایش پیدا کرده بود. این تجربه که وسط واقعی برای شرکت ما اتفاق افتاده بود به نوعی در علم مدیریت با عنوان تله بنیانگذار یاد میشه. اکثر کارآفرینان در روزی که کسب و کار خودشون شروع میکنن به درستی باید ریز تمام کارهایی که انجام میدن میشن، حالا یا یک نفر کارآفرین هست چند نفر با هم کسب و کار شروع میکنن، اما به مدام باید یاد بگیرن که با رشد کسب و کارشون باید تفتیز اختیار کنن، باید به دیگران اعتماد بکنن و بخش عمده ای از حجم کارهاشون رو به دیگران بسپارن. در غیر این صورت خودشون رو محدود کردن و خودشون باعث میشن که در واقع جلوی رشد خودشون رو بگیرن.